سلام، مبینا مردانی هستم و میخوام امروز در مورد اردک ها صحبت کنیم. میخوایم بدونیم که اردک ها چجوری میتونن روی آب شنا بردمونن. اول از همه اردک ها جزو پرنده هایی هستن که در اون آب زندگی میکنن و اردک ها مثل همه پرنده ها دارای استخوان های توخالی و کیسه های هوایی هستن که باعث میشه وزن این پرنده کمتر بشه و بتونه روی آب شناور بمونه و علاوه بر اون دارای پرهای چربی هست که باعث میشه آب نتونه نفوذ کنه به درون بدنش و به همین دلیل بتونه به راحتی شنا کنه. حالا میخوایم بدونیم که چربی که روی پرهای اردک هست از کجا به دست میاد. اردک نزدیک دومش یه قده چربی داره که برای اون چربی لازمه بدنش رو تولید میکنه. این چربی روی تمام پرهای اردک کشیده میشه و باعث میشه که آب از روی بدن اون بلغزه و اون سنگین نشه و به زیر آب نفوذ نکنه. اردک با استفاده از منقار خودش چربی که توی بدنش تولید میشه روی تمام پرهاش پخش میکنه. و پرهای اردک یه ویژگی دیگه‌ای که دارن اینه که هوا رو داخل خودشون گیر میندازن و باعث میشن که اردک زیر آب نفوذ نکنه. و اردک مثل همه پرنده‌های دیگه که پرواز میکنن داره کیسه های هوایی و استخوان های توخالی. حالا میگیم که استخوان های توخالی چه کمکی بهشون میکنه؟ تمام پرندگانی که پرواز میکنن یا پرواز نمیکنن مثل اردک ها داره استخوان های توخالی هستن که به کم شدن وزن اونها کمک میکنه. پس در نتیجه به راحتی میتونه روی سطح آب شناور بمونه و زیر آب نفوذ نکنه. و کیسه های هوایی که داره مثل یک بادکنک باد میشن و به اون کمک میکنن که سبکتر باشه و بتونه راحتتر روی آب شنا کنه. و یک ویژگی دیگه هم که اردک داره با پاهای خودش که مثل پارو عمل میکنن به دلیل پرده هایی که بین پاهاش هست رو به اونها رو تکون میده و مثل یک پارو عمل میکنن برش و رو به جلو حرکت میکنن. و یه سری ویژگی هایی دارن اردک های دریایی. بعضی از اونها میتونن تا 60 متر زیر عمق آب هم شیجه بزنن و شنا کنن، اما اردک هایی که ما میبینیم فقط تا عمق 2 متری میتونن شیجه بزنن. و یه سری حیوانات دیگه ای هم وجود دارن که با یه سری سازوکارهای دیگه ای، روشهای دیگه ای میتونن روی آب شناور بمونن یا حرکت کنن که یکی از اون حیوانها سمور دریایی. سمور دریایی به دلیل اینکه متراکم ترین پوست رو بین حیوانات داره، موهای متراکمی داره و ما بهش میگیم خز. این خز باعث میشه که گرمای زیادی رو درون بدنش ذخیره کنه و این گرما بهش کمک میکنه که روی آب شناور بمونه. که سمورهای دریایی حتی میتونن به پشت هم روی آب شناور بمونن. و یکی دیگه از این موجودات نافچه پرتقالیه. نافچه پرتقالی یک بدن بادکنک مانندی داره که پر از یک کیسه ای که پر از هواست و از زیر اون یه سری بازوچه هایی رو داره که بهش کمک میکنن مثل یک بادبان اون رو روی آب شناور کنه و در حرکت باشه و زمانی که باد میوزه مثل یک بادبان اونها بهش کمک میکنن تا با استفاده از انرژی باد روی سطح دریا شناور بمونه و به زیر دریا نفوذ نکنه. امیدوارم که از این مطالب لذت برده باشید.